امام ابن جزی رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه وقد روی مثل قول مالک، میگه اینی گپیره که امام مالک گفته، اینمی قسم روایت شده عن ابی حنیفه رحمت الله علیه، از امام نعمان بن ثابت ابو حنیفه رحمت الله علیه. پس عقیده احناف هم همین، عقیده اهل سنت مالکی هم بین مالکی و حنفی و حنبلی و شافعی در بین در عقیده فرق کلش یک عقیده. پس اون چی میگه؟ و قد روی مثل ذلك مثل و قد روی مثل قول مالک عن ابي حنیفه و جعفر الصادق و الحسن البصری، و از جعفر الصادق هم امیر روایت شدن. یعنی بعضی کسایی که باز میگه که ما مربوط امام جعفر هستیم و جعفری هستیم و ما امام جعفر رو دوست داریم، عین عقیده از امام جعفر رحمت الله علیه هم بوده است. اگر مخالف دیگه بزنی پس تو دروغ میگی. و الحسن البصری، و حسن بصری رحمت الله علیه، بعضی کسایی میگه که والا ما پیروای حسن بصری هستیم، چطور هستیم؟ از او هم میگه عقیدش اینمی قسم بود. از این خاطر امام ابن جزی رحمه الله میگه که اینمی چیزی که امام مالک چی گفت؟ امام مالک الاستواء چی گفت؟ الاستواء معلوم، والکیف مجهول، والایمان به واجب، والسؤال عنه بدع. امام ابن جزی رحمه الله میگه و قد روی مثل قول مالک رحمه الله عن ابی حنیفه و جعفر الصادق والحسن البصري، ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء بل امسكوا عن. از این خاطر میگه صحابه و تابعین درباره استواء زیاد جر بحث نکردند بلکه امساک نمودند، ولذلك قال مالک السؤال عنه بدع. خب علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه چی میگه در مورد سخنان امام مالک؟ وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول، میگه تمام مسلمانا اینمی سخنانی که امی عبارتی که امام مالک گفته کل مسلمانا هیره قبول داشته، فلیس فی اهل سنت من ینکره، میگه در بین اهل سنت کسی نبود که این قول امام مالک انکار. باز چی میگه امام صاحب؟ بسیار خوب، اینا یک قاعده را سپس امی علامه چی میکنه؟ علامه ابن تیمیه باز آل قاعده را میگه و هذا شأن جمیع ما وصف الله به نفسه، اینمی قاعده که امام مالک صاحب داد، اینمی قاعده سر تمام آنچه که الله خود به او وصف کرده. ولو قال فی قوله اینی معکما اسمع و ارى کیف یسمع و کیف یرا، میگه مثلا امی قاعده را سر کلش ما تطبیق میکنیم. سر کلش چی میکنیم؟ تطبیق میکنیم آنچه مربوط به الله میشه. میگه اگر یک کسی از پیش شما پرسان بکنن که در این آیه چی میگه که اینی معکم، ما همراه شما هستم، اسمع و ارا، ما میشنوم و میبینم، کیف یسمع و یرا، الله چه قسم میشنوه و چه قسم میبینه؟ لا قلنا، میگه ما برش میگیم که السمع و الرؤیا معلوم والکیف مجهول. ما برش میگیم چی است؟ السمع شنیدن و دیدن الله چی است؟ معلوم است. کیفیتش مجهول است. ایمان به او، سوال به او، از او بدعت است. چون خوب یک قاعده هست نه؟ الله امام مالک صاحب سعی کنین سبحان الله 14 قرن پیش رفته، آل ما و شما برش مغفرت میخواییم، از علمش استفاده میکنه. الله این تو علم بده که وقتی که بره 14 قرن بعد فایلش واز است و هر روز که مردم از این قواعدشان استفاده میکنه برش اجر ثواب میده. خدا از او علم نگاهید کنه که نفرهایت از زیر پایت بگی بیا پایم از سجده کن، تا روزی که مردم به بت‌ها سجده میکنه کلش در تا پس در بره اینه بنام شیخ و بنام فلانی فلانی. الله انت امام مالک صاحب الله بالاش رحمت بکنه و در جنت داخلش بکنه، که ما حتی از علم از او، از فهم از او، عقیده ما هم خوب میشه.